پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در دیدار با وزرای امور خارجه هلند و استرالیا در کیف به آنها اطمینان داد که یک تحقیق بین المللی شفاف درباره چگونگی سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی مالزی از اولویت های دولت اوست. اکثر مسافران این هواپیما که دوازده روز پیش در شرق اوکراین سقوط کرد، هلندی و استرالیایی بودند. گزارش دیگری همین حاکی که اوکراین و یازده کشوری که اتباع آنها از مسافران این هواپیما بودند روز دوشنبه برای ایجاد یک تیم مشترک تحقیق به منظور پیگرد حقوقی عاملان سقوط این هواپیما به توافق رسیدند. رئیس هیئت یافتن اجساد قربانیان با تاکید بر اینکه از سرگیری یافتن این اجساد از روز سهشنبه از اولویت های آنهاست گفت اگر کارشناسان ما باقیمانده‌های اجسادی را پیدا کنند آنها را سریعا به واگن قطارهای یخچالدار در نزدیکی تورز خواهند برد اگر هم این ونا به هر دلیلی در دسترس نبودند ما به دنبال امکانات حمل و نقل دیگری خواهیم بود نبرد در اطراف محل سقوط این هواپیمای مسافربری مانع ادامه تحقیقات برای یافتن بقیه اجساد 298 مسافر و خدمه این هواپیما شده است اما اوکراین اعلام کرده که ارتش این کشور موفق به تصرف بخشهایی از مناطق نزدیک به محل حادثه شده و به سمت این منطقه در حرکت است